پس از آنکه پلیس اونتاریوی کانادا گزارش کرد یک مسجد در این منطقه هدف تخریب قرار گرفته، اوضاع امنیتی در مسجد و مراکز عبادتی در سراسر کانادا افزایش یافت. این مسجد بیت الکریم نام داشته و در کمبریج اونتاریوی کانادا قرار دارد که گفته می شود متحمل خسارات زیادی شده است. آصف خان، یکی از فعالان مسلمان در این منطقه، در بیانیه‌ای این اقدام را از روی انزجار و نفرت توصیف کرد و گفت که این اقدامات خرابکارانه خسارت ده هزار دلاری بر جای گذاشته است. یکی دیگر از مسئولان این نهاد اسلامی گفت ما به شدت از بابت شنیدن حمله خرابکارانه به این مسجد ناراحت شدیم. مساجد ما همیشه نمادی از صلح در جامعه بوده و این برای ما بسیار دردناک است که مساجد اسلامی هدف حمله قرار بگیرند و به این صورت تخریب شوند. این نهاد اسلامی همچنین از تشدید اوضاع امنیتی در مساجد و سایر مراکز عبادتی در سراسر کانادا خبر داد. یکی از اعضای این نهاد اسلامی همچنین گفت ما از انگیزه‌ای که پشت این حمله قرار دارد 100% مطمئن نیستیم و اینکه چه کسی این کار را انجام داده است. در همین حال داگ فورد از مقام‌های مسئول اونتاریو گفت که در این منطقه جایی برای انزجار و نفرت وجود ندارد. پلیس در حال پیگیری این حادثه تلخ است.